مخترع محافظ دهان و دندان ورزشکاران رزمی، مدل آموزشی دندان، سرنگ دندان پزشکی کودکان که ثبت ملی هم داشته. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین مازندرانیای دوست داشتنی. بسیار متشکرم. آقای عباسی، پزشکی با اختراع ربطش چیه؟ چی بوده؟ ماجرا چیه؟ داستان چیه؟ والا عرض به حضور شما که من اتفاقا خودم رو عضو کوچکی از در واقع انجمن مخترعین مازندران میدونم و در این مازندران ما مخترعین بسیاری داریم. من کسی رو میشناسم که حتی سواد دانشگاهی هم نداره ولی 3 اختراع کاربردی داره، در یک کارگاه کوچیکی کار میکنه. بله. و به هر حال رشته پزشکی هم از این قاعده مستثنا نیستش و یکی از کارهایی که کوچکی که من انجام دادم در ارتباط با ساخت محافظ دهانی بود برای اولین بار برای تیم ملی کاراته که اومدیم. این اولین باری که میفرمایید به ایران مربوط میشه یا کشوری جهانی؟ نه، کشور ایران بوده. بله. و البته کاری که انجام داده بودم این بود که اومدیم تصویر همه ورزشکاران رو در ضخامت این محافظ دهانی یا لثه به قول گذاشتیم که این در واقع برای اولین بار بود و مورد استقبال قرار گرفت. خیلی راحتی بهتری نسبت به محافظهای دهانی که پیش از این استفاده میکردن داشت که هنوز که هنوزه مراجعه کننده من دارم به مطب خودم که میان و برای ساخت این مسئله. و عرض به حضور شما مورد باید در صورت با مدل آموزشی دندان بود که اگر توضیح مختصری راجع به این بخوام داشته باشم، این ثبت ملی شده. بله. بله. و مدل آموزشی دندان در واقع در کنگره بین المللی دندان پزشکان هم ارائه دادم که اون زمان دانشجو بودم و چند سال پیش؟ تقریبا فکر می‌کنم 24-5 سال پیش بود. 4 سال تو ده؟ من 28 سالم. 24-5 سال پیش اون وقت، یعنی 4-5 سال پیش. 4-5 سال پیش. بله. عرض به حضور شما که این رو در واقع توضیح کوچکی اگر بخوام داشته باشم، دانشجویان دندان پزشکی برای آموزش در واقع درمان ریشه مجبور هستن که در لابراتوار محیط آزمایشگاهی بیان رو دندان‌های کشیده شده بیماران تمرین بکنن که این به قولی به لحاظ مسائل بهداشتی شکل خوبی نداره. من اومدم این شکل دندان رو در واقع یک مدل مصنوعی ازش درست کردم که هم خصوصیت دندان رو به لحاظ اون ساختار دندانی، آج، مینا و فرم کانال به تمام به اصطلاح مدل‌هایی که بود ساختم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. و کار دیگه‌ای که بود، کار کوچیکی بود، در ارتباط با ساخت نوعی سرنگ دندان پزشکی برای کودکان بود. از جهت اینکه شکل سرنگ دندان پزشکی یک، من تو که میدونی ترس از دندان پزشکی بیشتر از همون سوزنش هستش. باید. که فرم فلزی سرنگ هستش که هممون این ترس رو داریم. بله، واقعیت هست. که این رو اومدیم به صورتی این رو تغییر دادیم و شکل عروسکی درست کردیم که در واقع زحمت ساختش هم همون بنده خدا مخترعی که به اصطلاح عرض کردم خدمتتون، چون واقعا کسی نبود بخواد اینقدر سلیقه به خرج بده و بسازه، آقای گیاهی زحمت کشتن این رو ساختن. و عرض به حضورتون که این رو من با یکی از اساتید کشور ترکیه که رفته بودم برای دانشگاه استانبول، خیلی مورد استقبالشون قرار گرفت که ما بیایم این رو به صورت مشترک، چون خودم عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی بابل هستم، به صورت مشترک انجام بدیم که به امید خدا این کار داره انجام میشه. بله. اهل کجای دایی عباسی؟ اهل بابل هستم. اهل بابلی؟ بله. چرا اهل بابلی؟ اصالتاً من اصالتاً بابلی نیستم ولی چون ازدواج کردم و همسر بابلی دارم. خیلی زن زلیلی. واقعیت هستش. آرزو سلامتی میکنم، موفقیت، انشاءالله کانون گرمی داشته باشید. چند سال ازدواج کردید؟ 2 سال هستش. بسیار خوب، به سلامتی انشاءالله. خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم. اگر صحبت خاصی هست بفرمایید. خواهش میکنم، عرض خاصی ندارم، فقط میخواستم در واقع درخواستی از مسئولینی که هستش میخواستم بگم که در مورد ورزش دوستان میگن صحبت. خودتون ورزشکارید؟ بله، ورزشکار بودم. من قهرمان دانشجویان علوم پزشکی کشور بودم در رشته کشتی. بله. و همین باعث شد که ترغیبی بشه که در واقع دندان پزشکی ارتباط بدم ورزش. اون دینی که نسبت در واقع ورزش داشتم در از طریق علمی که به اصطلاح به دست آوردم، بله، این یه جوری ارتباطی بدم و یه کار ناچیزی، بله، انجام بدم. بله. نه، بسیار کار بزرگه. افتخار ما هستید شما جوانه، واقعا لذت میبرم صحبت با شما. سلامش. خیلی لذت بخش. بله.
و عرض به حضور شما فقط همین میخواستم پیرو فرمایش مقام معظم رهبری که میگن ارزشمندترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانیش هستش. واقعا ما تو این مازندران افراد و نخبه بسیار داریم و بشه از اینا به نوعی استفاده کرد و جدی بگیریم. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه، خداحافظی میکنم با شما. متشکرم دوستان عزیز، در خدمت شما درمی با ادامه برنامه.